درود بر شما دوستان و همراهان، باز هم در خدمت شما این با یکی دیگر از درس‌های کاربردی انگلیسی مثل آب خوردن. در این درس می‌خوایم بپردازیم به چند تا جمله و عبارت کاربردی با enough در انگلیسی. همونطوری که می‌دونید enough به معنی کافی در فارسی است. توجه داشته باشید دوستان، هر عبارت و جمله برای شما سه بار تکرار میشه. یک بار به حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه، یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال که شما فرصت کافی برای رونویسی، روخانی و تکرار اونها با صدای بلند و ضبط کردن صدای خودتون داشته باشید تا بتونید اونها را با بیان اصلی در این کلیپ مقایسه بکنید تا باعث یادگیری مفید و مؤثر شما عزیزان بشه. اوکی، بپردازیم به جمله های کاربردی با enough در انگلیسی. I have had enough. I've had enough. I've had enough. We have enough time. We have enough time. We have enough time. That is enough for today. That's enough for today. That's enough for today. Are you old enough to vote? Are you old enough to vote? Are you old enough to vote? Is 1,000 yen enough? Is 1,000 yen enough? Is 1,000 yen enough? She is not good enough for Mori. She isn't good enough for Mori. She isn't good enough for Mori. He is old enough to drive a car. He is old enough to drive a car. He is old enough to drive a car. He is old enough to travel alone. He is old enough to travel alone. He is old enough to travel alone. Selena was stupid enough to believe him. Selena was stupid enough to believe him. Selena was stupid enough to believe him.
She was stupid enough to go out with Maury. She was stupid enough to go out with Maury. She was stupid enough to go out with Maury. Are you spending enough time with your kids? Are you spending enough time with your kids? Are you spending enough time with your kids? She did not run fast enough to catch the bus. She didn't run fast enough to catch the bus. She didn't run fast enough to catch the bus. بسیار خوب دوستان، جمله ها و عبارت های کاربردی با ایناف در انگلیسی رو با هم مرور کردیم. حتما فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید. حتما با صدای رسا تکرار بکنید، رونویسی بکنید، روخوانی بکنید و حتما صدای ضبط شده خودتون رو با بیان اصلی در این کلیپ مقایسه بکنید، اشکالاتتون رو پیدا بکنید، نحوه بیان خودتون رو اصلاح بکنید که باعث یادگیری مفید و مؤثر شما عزیزان بشه. بسیار خوب دوستان، سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان. منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم. لطفاً فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس‌های بیشتر و درس‌های آینده کانال انگلیسی به سابق خوردن رو حتماً دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام، خوش باشید.